با سلام و درود خدمت همه شما بیننده‌های عزیز، امیدوار هستم که همیشه خوب و صحتمند باشید و از گزند روزگار در امان خدای مهربان. عزیزا، همه قسم که در جریان هستین و میبینین که در روزا سیلی از مهاجرین متاسفانه جاری شده و کشور پاکستان همسایه ما و شما که سالهای سال مهاجرین ما و شما در اونجا جا داشته و در اونجا زندگی کرده، مال و اموال داره، مردم در اونجا خانه برشان خریده، مردم در اونجا برشان تجارت و سرمایه رو اندازی کرده، ولی متاسفانه بدون هیچ دلیل و منطق این مهاجرین عزیز را با تأسف بسیار فراوان اخراج کرده که ما شاهد بسیار وضعیت وخیم مهاجرا هستیم که در این هوای سرد متاسفانه در از پاکستان اخراج شدن و اینا آمدن در مرز تورخم. بسیار بیروبارک زیاد است مهاجرین، بعضی ها به صورت خارج شده از پاکستان که هیچ اموال خود را همراه خود آورده نتونسته، ولی قسمت از کمی از مهاجرین که خوشبختانه بگویم موفق شده و تونسته اموال خود را همراه خود بیاره در این طرف مرز، ولی اکثرشان هم نتونسته و شاید امید داشته که یک کار شوه و شاید امید داشته که شاید این پروسه لغو شوه و ما در زندگی خود ادامه بدیم، ولی متاسفانه او قسم نشده و اینا را دست بسته از اونجا خارج کرده و هیچ چیز خود را با خود آورده نتونسته. دیگه اونایی هم که با خود آورده در یک جنجال بسیار کلانی روبروسته که در اونجا خانه خود را رها کرده، در اونجا زندگی و سرمایه خود را رها کرده و پس دوباره آمده در کشور، که البته قسمتا خوب است که آدم در کشور خود برگرده، ولی متاسفانه در بعضی ها حتی بالای بعضی ها شلیک شده و بعضی ها مورد ظلم و اذیت و آزار قرار گرفته. وضعیت بسیار وخیم است. دوستایی که آمده در اینجا تشریف آورده در تورخم ویدیو برداری کرده از اینا، وضعیت چندان خوب نیست. اکثری از عزیزایی که حتی در تورخم هم رسیده با یک وضعیت بسیار وخیمی روبرو هسته و هوا بسیار سرد است. در این هوای سرد دیگه بودن اینا و زندگی کردن در همچه یک وضعیت شما ببینید که به شدت سخت است. دیگه خیرین و بزرگوارا هم اقدام کرده، دولت هم تا جای را اقدام کرده و خواسته که پوشش بده و به اینا اسکان بده. در اول که مو توزیع خیمه و مواد اولیه است، خیمه ها برگزار شده و مردم قسمی که در تصویر نمینگرین دوستا بار پندق خود را آورده در امی خیمه ها زندگی مونه و امیدوار استم و بازم امیدوار استم که این پروسه ادامه پیدا بکنه و برای بیجا شدگا اسکان داده شود.